ساعت خبر در 17 روز از فروردین ماه از صدای آمریکا همراه با آخرین رویدادهای جهان. ابتدا سرخط خبرها. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید But our allies in Europe have overlooked Iranian ballistic missile launches. Support for terrorists. برای حفظ برجام سالها کارنامه تهران در مورد موشک‌های بالستیک، حمایت از تروریسم و سرکوب مردم نادیده گرفته شده است. مرکل و ماکرون در آستانه ضرب الاجل ترامپ در مورد برجام به واشنگتن می آیند. و دوربین الهام گرفته از چشم پروانه برای معالجه سرطان. درود بر شما بینندگان ارجمند، به این بخش خبری یک ساعته خوش آمدید. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید برای حفظ توافق اتمی برجام سالها کارنامه تهران در مورد موشک‌های بالستیک، حمایت از تروریسم و سرکوب مردم نادیده گرفته شده است. جزئیات بیشتر در گزارش شهلا آراسته. That the era of the United States leading from behind is over. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل پنجشنبه به دعوت دانشگاه دیوک در کارولینای شمالی تحت عنوان مقابله با چالش‌های حاکمیت جهانی امروز سخنرانی کرد که طی آن گفت ایالات متحده دوران جدیدی از رهبری را در جهان و در رویکرد با ایران آغاز کرده است. We have, for example, entered a new era. به عنوان مثال ما وارد دوران جدیدی در رهبریمان در روابط با ایران شده ایم. توافق هسته‌ای با ایران به گونه‌ای بزرگ طراحی شده بود که نگذارند شکست بخورد. نه تنها ایالات متحده بلکه متحدان ما در اروپا آزمایش‌های موشک‌های بالستیک ایران، حمایت آن از تروریسم و سرکوب مردم ایران را به خاطر حفظ توافق هسته‌ای نادیده گرفتند. خانم هیلی با انتقاد از نحوه مذاکره توافق هسته‌ای توسط دولت باراک اوباما گفت طراحان این توافق استدلال کردند تنها گزینه یا پذیرش این توافق بدی است که آنها مذاکره کردند و یا جنگ با ایران است. The deal's architects claim that our choices were نیکی هیلی گفت اما دولت پرزیدنت دونالد ترامپ این فرضیه غلط را رد کرده است. This administration has had the courage. این دولت شجاعت به چالش کشیدن این انتخابات غلط را دارد و ما با متحدان اروپایی خود برای تقویت توافقنامه و پاسخگو قرار دادن رژیم ایران برای حمایت از تروریسم منطقه‌ای کار می‌کنیم. رئیس جمهور مهلت نیمه ماه می را برای تعیین مشارکت مستمر در توافق تعیین کرده است. نیکی هیلی در این سخنرانی بر تعهد آمریکا از دفاع از منافع آمریکا و حفاظت از متحدان آن تاکید کرد و افزود ایالات متحده در این ارتباط لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد. But whether we stay in the nuclear deal or not. اما چه ما در توافق بمانیم یا نه، تقویت رویکرد ما برای پاسخگو قرار دادن ایران برای رفتارش پیامی قوی به رژیم ایران می‌فرستد. آمریکا می‌گوید در حال انجام مذاکراتی با شرکای اروپایی خود در مورد توافق هسته‌ای با ایران است. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن. کاخ سفید این ماه پیش از فرارسیدن ضرب الاجل ماه آینده پرزیدنت ترامپ در مورد توافق اتمی موسوم به برجام با ایران صحنه دیدار و مذاکرات رهبران دو متحد اروپایی آمریکا خواهد بود. آنگلا مرکل و امانوئل ماکرون درباره ضرب الاجل تعرفه‌های گمرکی بر صادرات کشورهایشان به آمریکا نیز با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو خواهند کرد. جزئیات بیشتر را مهدی آرامی شرح می‌دهد. سفر صدر اعظم آلمان به آمریکا سه روز بعد از دیدار امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با پرزیدنت ترامپ در واشنگتن صورت خواهد گرفت. این دیدارها در آستانه ضرب الاجلی است که پرزیدنت ترامپ برای اصلاح توافق اتمی با ایران موسوم به برجام تعیین کرده است. پرزیدنت ترامپ گفته است در صورتی که کنگره آمریکا و متحدان اروپایی نقایص برجام را رفع نکنند، از تایید عملکرد تهران به توافق خودداری خواهد کرد. پرزیدنت ترامپ میگوید در توافق برجام آزمایش موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران در منطقه نادیده گرفته شده است. ضمن آنکه دوره زمانی ممنوعیت غنی‌سازی نیز در این توافق محدود است و دست تهران پس از اتمام این محدودیت زمانی برای ادامه فعالیت‌هایش با هدف تولید سلاح اتمی باز خواهد ماند.
دیدارهای رهبران فرانسه و آلمان با پرزیدنت ترامپ همچنین در آستانه لغو معافیت موقتی اتحادیه اروپا بر واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا انجام می‌گیرد. پرزیدنت ترامپ معتقد است به آمریکا در روابط تجاریش با جهان اچاب شده است. ما در توافق‌های تجاری همواره در اقلیت بوده ایم و این عادلانه نیست. از این رو در حال گفتگو با سازمان جهانی تجارت، با نفتا، با چین و اتحادیه اروپا هستیم و می‌خواهم بگویم تک تک آنها می‌خواهند با ما مذاکره کنند. خانم مرکل در یک مکالمه تلفنی در هفته گذشته از پرزیدنت ترامپ خواست با در نظر گرفتن نظام تجاری بین‌المللی درباره روابط تجاری آمریکا با اتحادیه اروپا مذاکره کنند. مهدی آرامی، صدای آمریکا. آینده برجام، تبعات آن برای آمریکا و متحدان و دشمنانش موضوع مورد بحث در یک نشست کارشناسی اندیشکده هادسن در شهر واشنگتن بود که عصر دیروز برگزار شد. یکی از این کارشناسان همچنین در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا از آماده شدن واشنگتن برای هر گونه سناریوی تلافی جویانه تهران در صورت خارج شدن واشنگتن از برجام خبر داد. گزارش همکارم فرهاد پولادی از این نشست حاوی جزئیات بیشتری است. مایکل پریجن، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اندیشکده هادسن، در گفتگو با صدای آمریکا در پاسخ به این سوال که اقدامات احتمالی ایران در صورت خروج آمریکا از برجام چه خواهد بود، گفت که واشنگتن آماده است، اما تهران در صورت هر اقدامی حامیان خود را از دست خواهد داد. آمریکا تمامی حرکت‌های ایران، اهم از آنچه نیروی قدس و نیروهای دریایی سپاه پاسداران یا هر اقدام تهدیدآمیز دیگر که ممکن است ایران در صورت خروج آمریکا از برجام علیه واشنگتن انجام دهد، را تحت نظر دارد. آمریکا می تواند از شدت هر یک از سناریوهای احتمالی ایران علیه خود بکاهد. در هر حال این ایران است که دست به مخاطره می زند، زیرا با هر اقدامی علیه آمریکا عملا واقعیت خود را به اروپایی ها نشان می دهد. این واقعیت اقدامات تحریک‌آمیز است. البته رژیم ایران قبل از هر اقدامی ابتدا آن را ارزیابی می کند، زیرا با هر گونه عملکرد علیه آمریکا حمایت اروپایی ها را حتی زودتر از اعمال تحریم های ما علیه خود از دست خواهد داد. در این نشست کارشناسی، میکیلا داج، تحلیلگر مسائل سیاسی بنیاد هریتج، گفت که آنهایی که به دنبال اصلاح واقعی برجام هستند نباید برنامه موشک بالستیک ایران را که با همکاری تنگاتنگ با کره شمالی رو به پیشرفت است را فراموش کنند. ایران و کره شمالی همکاری تنگاتنگی در زمینه تولید و پیشرفت موشک‌های دوربرد دارند. اگر آمریکا عمدتاً نگران برنامه موشکی کره شمالی است و نه ایران، بنابراین مسئله مهمی را فراموش می‌کند. آمریکا باید خود را در برابر احتمال رسیدن موشک‌های ایران به خاکش و خاک متحدانش آسیب پذیر نگذارد. به این مسئله باید به صورت یکجا رسیدگی شود. ریچارد گولدبرگ، کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها، در پاسخ به سوال صدای آمریکا مبنی بر احتمال اعمال تحریم بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت پرزیدنت ترامپ، گفت که این اقدام عملی است و باید زودتر اجرا شود. آمریکا دارای تمامی اختیارات و قدرت قانونی در تعیین عناصر کلیدی رسانه‌های رسمی ایران به عنوان ناقضین حقوق بشر است. این دقیقاً اقدامی است که پرزیدنت ترامپ باید آن را عملی کند. ابتدا با صدا و سیما، این رسانه رگ حیات دستگاه تبلیغات رژیم برای سرکوب مردم ایران در داخل کشور و ترویج تبلیغات به خارج از ایران است. این رسانه از مخالفین تحت شکنجه، اعتراف تلویزیونی ضبط و پخش می کند. به گفته آقای گولدبرگ، پرزیدنت ترامپ برای عملیاتی کردن این تحریم می تواند به قانون موسوم با آزادی ایران و مقابله با اشاعه تسلیحات اتمی مصوب سال 2012 استناد کند. مایکل لدین، تحلیلگر مسائل سیاسی در بنیاد دفاع از دموکراسی، در این جلسه گفت که بر این باور است همزمان با اعمال تحریم‌های اقتصادی به ایران، غرب و به ویژه آمریکا باید با مردم ایران در گفتگوی مستقیم باشند. اقداماتی که میتواند برای تغییر رژیم در ایران انجام شود شامل حمایت از مردم ایران، حمایت از مخالفین داخل ایران و اصرار بر آزادی زندانیان سیاسی است. غرب باید با رهبران اپوزیسیون داخل ایران مستقیما حرف بزند، امری که از سال 2003 تا کنون صورت نگرفته است. در پی اعتراضات مردمی اخیر، پرزیدنت ترامپ از اولین رهبران جهان بود که مستقیما از مردم ایران حمایت کرد. او در پیام نوروزی امسال خود بین مردم ایران و حاکمان در تهران تمایز قائل شد و گفت که از خواستهای آنها حمایت می‌کند. فرهاد پولادی، صدا آمریکا.
در ایران 700 نفر از فعالان مدنی و خانواده قربانیان و زندانیان سیاسی طی نامه‌ای از گلرخ ایرایی، فعال مدنی که 63 روز است در اعتصاب قضا به سر می‌برد، خواستند هرچه سریع‌تر دست از اعتصاب خود بکشد. نویسندگان نامه گفتند این گونه اعتراضات مختص کشورهای دموکراتیک است، نه جمهوری اسلامی ایران، که حتی زحمت توجیه خودکشی زندانیان را هم به خود نمی‌دهد. گلرخ ایرایی برای نوشتن داستانی که منتشر هم نشده است و همچنین تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس محکوم شده است و همسرش آرش صادقی هم در زندان گوهردشت کرج محبوس است. منابع بیمارستانی فلسطینی از کشته شدن 2 فلسطینی در تیراندازی امروز نیروهای اسرائیلی به معترضین خبر دادند که در جریان تجمع اعتراضی فلسطینی‌های تحت رهبری حماس در نوار مرزی بین اسرائیل و نوار غزه رخ داده است. پیشتر جیسون گرینبلات، نماینده مخصوص پرزیدنت ترامپ در مذاکرات بین‌المللی، قویاً از رهبران این تظاهرات خواسته بود به روشنی و با صدای بلند از معترضین بخواهند تظاهراتشان صلح‌جویانه باشد. او از اینکه حماس خردسالان را به صحنه تظاهرات می‌برد ابراز نگرانی کرده بود. گزارش اشکان سلطانی حاوی جزئیات بیشتری است. تلفات جانی امروز در جریان فراخوان حماس برای کمپینی که این گروه آن را راهپیمایی بزرگ بازگشت مینامد رخ داد. اسرائیل هفته گذشته و با شروع این کمپین اعلام کرده بود که در صورتی که تظاهر کنندگان بخواهند با ورود غیرقانونی به اسرائیل حاکمیت کشور را نقض کنند، با آنها مقابله خواهد کرد. در همین حال آقای گرینبلات، نماینده پرزیدنت ترامپ در مذاکرات بین المللی، خواهان تلاش همه طرفهای درگیر به یافتن راه حلی برای مشکلات و چالش هایی شد که مردم غزه با آنها روبرو هستند. در این میان الیزابت روسل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز امروز علیه احتمال استفاده بیش از حد از زور توسط اسرائیل در مقابله با فلسطینی ها هشدار داده بود. با توجه به تعداد زیاد مجروحین و کشته شدگان فلسطینی و با توجه به بیانیه‌های قاطع مقامات اسرائیلی علیه نقض حاکمیت آن کشور در جریان اعتراضات و نیز با توجه به این واقعیت که مجروحین و کشته شدگان غیر مسلح بودند و تهدیدی برای نیروهای اسرائیلی ایجاد نمی کردند، بنابراین نشانه قوی وجود دارد که اسرائیل از زور بیش از حد استفاده کرده باشد. اسرائیل می گوید حماس می خواهد زیر پوشش اعتراض محیط را متشنج و به خشونت بکشاند. نیروهای اسرائیلی شامل تانک ها و تک تیراندازان از بامداد امروز در مرز غزه اسرائیل موضع گرفته بودند. حماس که هم اکنون کنترل نوار غزه را بر عهده دارد، از حدود 2 دهه پیش در فهرست وزارت خارجه آمریکا در مورد گروه های تروریستی قرار دارد. بر پایه آمار سازمان ملل طی 1 هفته‌ای که از برگزاری اعتراض‌های تحت مدیریت حماس می‌گذرد، 10 فلسطینی کشته و حدود 1000 تن نیز مجروح شدند. همزمان تظاهرکنندگان چندین لاستیک اتومبیل را در یکی از محل‌های تدارک دیده شده برای تظاهرات آتش زده بودند که دود غلیظی از آنها به آسمان رفته بود. حاکمان حماس در نوار غزه قرار است این گونه تجمع‌های اعتراضی را تا سال روز تأسیس کشور اسرائیل ادامه دهند. اشکان سلطانی، صدای آمریکا. ادامه خبرها. بینالی یلدریم، نخست وزیر ترکیه، میگوید هیچ سازشی بر سر منبج در شمال سوریه صورت نمیگیرد و کشورش خود را برای پاکسازی یگانهای مدافع خلق که اداره این شهر را در دست دارند آماده میکند. این در حالی است که امروز سخنگوی نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا اعلام کرد به حمایتهای خود از نیروهای سوریه دموکراتیک که اداره منبج در شمال سوریه را بر عهده دارند ادامه میدهد. از سوی دیگر هواپیماهای ترکیه مواضع PKK در شمال عراق را به شدت بمباران کردند. برای بررسی بیشتر علی جوانمردی از اربیل کردستان عراق با ماست. علی، در حالی که نیروهای آمریکایی در منبج هستند، تهدید ترکیه برای حمله به این شهر چقدر عملیه؟ شهرام، صحبت امروز بینالی یلدرم، نخست وزیر ترکیه، در امتداد صحبت دیروز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور بود. هر دو تهدید کردند که به زودی ترکیه عملیات دیگری رو به گفته خودشون برای پاکسازی آنچه که ترکیه تروریست توصیف میکنه در شمال سوریه انجام میدند و مشخصا از منبج اسم برد که به زودی ترکیه وارد منبج خواهد شد، کما اینکه افرین رو در ماه گذشته
از کنترل یگانهای مدافع خلق تنها گروه متحد با آمریکا خارج کرد. ولی این صحبت‌ها در حالی هست که امروز سرهنگ رایان دیلن سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا تأکید کرد که آمریکا از سوریه خارج نمیشه، برنامه‌ای دست کم پنتاگون نداره برای خارج شدن از اونجا. و به گفته سرهنگ رایان دیلن آمریکا به کمک‌های خودش به نیروهای سوریه دموکراتیک که حاکم منبج و مناطق دیگری در شمال سوریه هستند ادامه میده و مأموریت نیروهای آمریکایی هم برای جلوگیری از اینکه بار دیگه داعش قدرت پیدا بکنه در اون منطقه ادامه پیدا خواهد کرد. جدا از این، واحدهایی از نیروهای نظامی فرانسه هم وارد منبج شدن، مسئله که ترکیه رو بسیار عصبانی کرده. ترکیه بارها از آمریکا خواسته که نیروهاش رو از منبج خارج بکنه، چون ارتش ترکیه میخواد که به وارد این شهر بشه و یگانهای مدافع خلق رو از اونجا در واقع پاکسازی بکنه، ولی آمریکا تا حالا پاسخ مثبت نداده. از دید رسانه‌های ترکیه، ارتش ترکیه تهدیدهایی رو که مقامات ارشد این کشور بر زبان میارن رو عملی میکنن، ولی از دید کارشناسان منطقه تا زمانی که نیروهای آمریکایی، حالا نیروهای فرانسه هم اضافه شدن، در منبج و شمال سوریه باشن، چنین حمله‌ای بعید به نظر میرسه که عملی بشه. حالا در شمال عراق هواپیماهای ترکیه چه مناطقی رو بمبارون کردن؟ حالا اونجا چه خبره؟ چند روز متوالی هست که هواپیماهای جنگی ترکیه مناطقی رو در کردستان عراق هم مرز با ترکیه بمباران میکنن. طبق بیانیه ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه، در سه روز بمباران مناطق خواکرک، زاب و سیدکان، مناطق مرزی، دست کم 59 عضو پی‌کی‌کی کشته شدند، که خود حزب کارگران کردستان پی‌کی‌کی این خبر رو، یعنی این تعداد تلفات رو، تکذیب کرده. در واقع جدا از این، خیلی کوتاه بگم شهرام، تعدادی از نیروهای زمینی ارتش ترکیه هم به عمق 15 کیلومتر وارد خاک کردستان عراق شدند و مقابل، در ارتفاعات مقابل قرارگاه های پی‌کی‌کی اونجا مستقر شدند. این در حالی است که بغداد، دولت عراق، هیچ واکنشی نسبت به ورود نیروی زمینی ترکیه نشون نداده. ممنون از تو. علی جوانمردی بود از